هموطنان بسیار نازنینم، عزیزان هموطن درون مرزم که هزار بار روی ماهتون رو میبوسم، قلبم با شماست، تمام وجودم با شماست و آرزوی جز این ندارم که در درون مرزهای ایران نقاب به رخ خاک بکشم. تمام صحبتهایی که براتون کردم، تمام اینها رو جمع بکنید، یه گوشه بذارید. به اینجا میرسیم که ما یک وصله ناجور هستیم در میان رادیو تلویزیون های برون مرزی، چه اونهایی که ایرانی هستن و چه اونهایی که مثل بی بی سی، وایس آف امریکا، دویچه وله، نمیدونم پرس نیوز، اینور اونور اونور و ده ها و سایت ها و بلاگ ها، توده ها، اکثریتی ها، جبهه، تمام اینهایی که به اصطلاح این رژیم فرزند خلفشونه، اصلاح طلب ها. برید تو بی بی سی، همین چند دقیقه پیش که زنگ زد میگفت نشسته داره از موسوی خدا میسازه. بی بی سی بردش بیشتره یا صدای من از ترستار 12؟ چرا من پول ندارم روی همون ستلایتی باشم که بی بی سی از یوتر ستری خبون مال آقای شجره، مال آقای شهرام و آقایونه؟ ما نمیتونیم. ما این 12 هم الان 20,000 دلار بدهکاریم، 15,000 دلار پول جی 19 نمونم بدهکاریم. اینا همه حسابه، اینا همه کتابه. این صدا نباید به گوش ملت ایران برسه، این تصویر نباید، اون حرکت، اون جنبش، اون انقلاب، اون رستاخیز ملی رو به حرکت بندازه موتورشو. شما هم که خوابید. مردمی که در منگنه خشونت، در منگنه شلاق و ارعاب و بدار کشیدن و شکنجه و تجاوز و زندان و قصاص و سنگسار و هزار و یک نوع خشونت دارن دست و پا میزنند و گرفتار تبلیغات دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم توسط وزارت ارشاد و صدای سیماش در درون مرزهای ایران هستند، مایلند کنجکاوانه در جستجوی مطالب خلاف این تبلیغات از دهان مخالفان نظیر من هستن که بشنوند حقیقت چیست و چگونه عملی رو، چه راهکاری رو باید در پیش بگیرند. ولی به سبب نداشتن امکانات تلویزیون آریامهر، به سبب نداشتن پول، به سبب خط شرافت، وجدان، مردانگی، به سبب اینکه ما نتوانستیم خودمون رو بفروشیم چون سر سفره پدر مادر بزرگ شده بودیم و نمیتوانستیم به اون دختر 10 ساله که برای آوردن یه لقمه نونتن فروشی میکنه، یا اون زن و مردی که کلیه میفروشه، یا 1001 بدبختی خودمون رو به رژیم بفروشیم مثل دیگران، پاک و منزه در این سنگر جنگیدیم. اون مردم میخوان صدا و تصویر من رو بشنوند. اما به سبب نداشتن امکانات، امکانات مالی از یک طرف، به سبب نبودن احساس و عرق ملی و عشق به وطن و فهم و شعور و استعداد و منطق در بین هموطنان برون مرزی برای هدایت این کشتی به ساحل نجات که اون مردم درش هستند، ناچار اون ملت درمانده و دست و پا به زنجیر مجبورند گوش به بی بی سی و رادیو فردا و وایس آف امریکا و یکی دو سه تلویزیونی که در لس آنجلس خودمون هممون میدونیم کجا ایستادند و چه میکنن. تلویزیونی که دنبال موسوی باشه باید نجاست الاغ بهش پاچید، مجبورن گوششون رو به اینها بسپرند
تا بلکه حرف دلشون و رهنمودهای مؤثر و کارساز از نوریزاده ها بهنود ها اونایی که تو ویس آف امریکا میشینن نمیدونم تو این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی نشستن به گوششون بخوره. ولی زهی خیال باطل اگر خورده بود که 30 سال این رژیم گردن کلفتر، اینها هم وضع مالیشون بهتر، پول آنتن هاشون از جاهای از امدادهای غیبی پرداخت نمیشد، از این هاتبرد روی اون دبلیو تیری، از روی دبلیو تیری رو 12، از اون روی اون، از این روی این، این همه آگهی، فرش، شواهر، اون همه جنس تو انبار، این سردار سپاه، اون نمیدونم نکبت کی، این اون اون اون، این آخوند بره، اون آخوندش گلشنه مشتده بیاد و تمام این حرومزاده بازی ها در شرایطی که در شرایطی که حکومت با فیلتر کردن سایت ها و فرستادن پارازیت های سرطانزا به رادیو تلویزیون های نظیر رادیو تلویزیونی که من ادارش میکنم به نام آریامر میخواد تصویر پرتزویر و تقلب از قدرت و اقتدار خودش رو حفظ کنه با فرستادن پارازیت رو برنامه های نظیر برنامه های تلویزیون آریامر، پس این جواب از کجای برون مرز باید به مردم درون مرز برسه تا حرکتی انجام بدن؟ همش که صحبت سکوته، نکردن خشونت، نافرمانی مدنی، حقارت، حق حرمت، پذیرش توسریه، روسریه، خفه شدنه، خفه خون گرفتنه، مردم رو سرگرم کردنه، کنسرت نشون دادنه، نمیدونم اپوزیسیون خارج از کشور که باید سعی کنه دروغ‌ها رو افشا نماید و این تصویر سراسر تزویر و اغراق رو پاره پاره و جر و واجر کنه. یک رسانه نزدیک به 2 ساله داره این کار رو میکنه. من در طول 2 سال گذشته به اندازه 20 سال پیر شدم و اعضای بدنم از کار افتاد. چه فشار دهشتناک، چه مرده های متحرکی که همه این برنامه میبینند، بزرگ و کوچک میبینند، پیر و جوان میبینند، میدانند، حس میکنند رسانه دارد میرود، دارن به آسانی ازش میگذرند. چرا؟ وقتی میگم مرده های متحرک، باورم کنید ناامید شدند، باور به این ندارند که سعید سکویی زمانی که برای عاشورا با مردم ایران پیوند بست این رسانه مردم را تکون داد، گفت موتورسیکلت ها را به آتش بکشید، ماشین هاشون را له و لبر بکنید، کردن با مردم پیمان بست برای چهارشنبه سوری، ببینید چه بکنند. تشنه یک آدم، یک مردن، یک مرد مبارز، یک مردی که جان خودش، خانوادش رو قشنگ گذاشته این جلو، میگه بی پدر و مادرها میخواید بکشید برو، بیایید همه جا میرم و همه جا هستم تا کار رو تمام کنید. شماها هنوز جرأت ندارید اسمتون رو تلفن بگید. چه توقعی میشه از شماها داشت؟ همتون هم ایران آزاد بشه، سر صف ایستادید، برگردید خونتون رو بگیرید، باغتون رو بگیرید، ببینید چه اپورتونیتی میتونید برای خودتون فراهم کنید. من قلبم الان داره از قفسه سینم میزنه بیرون، ولی اون بچه ها تو ایران میفهمن من دارم چه کار میکنم. اون برای من مهمه، چون در بین شما در برون مرز شاید به اندازه انگشتای 2 تا دست آدم وطن پرست، آدم نجیب ندیدم. دلخور میشین ازم؟ این 13-14 هزار دلاری هم که کمک کردین، پول رنت و فایبر و پول مزد بچه ها شد و هنوز نیمی از بیل های دیگه و پول ارمونده اونم ندید. من تن به فاحشگی سیاسی نخواهم داد. من سعید سکویی هستم.
و این تلویزیون نامش آریا مهره. شما آریا مهر رو از بیرون راندید، مرگ بر آریا مهر گفتید، شما هم تلویزیون آریا مهر رو میبندید. مگر اینکه 30 سال سر عقل اومده باشید.